بسم الله الرحمن الرحیم گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمی توانی با من صبر کنی؟ موسا گفت بعد از این اگر از تو درباره چیزی سوال کردم دیگر با من همراهی نکن به راستی از جانب من معذور خواهی بود پس به راه خود ادامه دادند تا به اهل قریه ای رسیدند از آنان خواستند که به ایشان قضا دهند ولی آنان از مهمان نمودن آنان خودداری کردند آنگاه در آنجا دیواری یافتند که میخواست فروری زد پس خزر آن را راست و استوار کرد موسا گفت اگر میخواستی میتوانستی در مقابل این کار مزدی بگیری خزر گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده به زودی تو را از راز و حکمت آنچه که نتوانستی در برابر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردند. پس من خواستم آن را معیوب کنم چرا که پشت سر آنها پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی سالمی را به زور می گرفت و اما نوجوان پدر و مادرش هر دو با ایمان بودند پس بیم داشتیم که آنان را به سرکشی و کفر وادارد از این رو خواستیم که پروردگارشان فرزند پاک در و پر محبتری تری به جای او به آن دو عطا فرماید و اما دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مردی صالح بود پس پروردگارت خواست که آنان به حد بلوغ برسند و گنج خود را بیرون آورند این رحمتی از پروردگارت بود این کارها را من خودسران انجام ندادم این بود راز و حکمت کارهایی که نتوانستی در برابر آنها صبر کنی و ای پیامبر از تو درباره‌ی زولقرنین میپرسند بگو به زودی چیزی از سرگذشت او برای شما خواهم خواند یقینا ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم پس او از این اسباب پیروی و استفاده کرد تا آنکه به غروبگاه آفتاب رسید چون این به نظرش رسید که خورشید در چشم ای گلالود و سیاه غروب می کند و در آنجا مردمی را یافت گفتیم ایزل قرنین یا آنان را مجازات می کنی و یا روش خوبی درباره آنها انتخاب می نمایی زلقرنین گفت اما کسی که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش باز گردانده می شبد آنگاه او را مجازات سختی خواهد کرد و اما کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام داد پس در آخرت پاداشی نیکو دارد و ما دستور آسانی به او خواهیم داد سپس از اسبابی که در اختیارش بود استفاده کرد تا آنکه به جایگاه برآمدن آفتاب رسید در آنجا دید که آفتاب بر مردمانی طلوع می کند که در برابر تابش آفتاب برایشان پوششی قرار نداده بودیم این چونین بود کار زلقرنین و به راستی ما از آنچه در اختیار داشت و انجام میداد کاملا آگاه بودیم سپس از وسایل و اسباب استفاده کرد و به سفر ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه مردمی را یافت که هیچ سخنی را نمی فهمیدند. آنان به او گفتند ای زلقرنین یعجوج و معجوج در این سرزمین فساد می کنند. پس آیا هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها صدی بسازی؟ زرگرنه این گفت آنچه پروردگارم در اختیار من قرار داده بهتر است پس مرا با نیرو یاری کنید تا میان شما و آنها صد محکمی بسازم قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دو کوه برابر کرد و پوشانید گفت در اطراف آن آتش بیافروزید و در آن بدمید آنها دمیدند تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مثل زوب شده برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم سرانجام صد محکمی ساخت پس آنها اصلا نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند سوراخ و نقبی در آن ایجاد کنند آنگاه گفت این از رحمت پروردگار من است اما هنگامی که وعده پروردگارم فرارست آن را در هم می کوبد. و وعده پروردگارم حق است و در آن روز که جهان پایان می پذیرت، ما آنها را چنان رها می کنیم که در هم موج می زنند و در شیپور دمیده می شود سپس ما همه را در یک جا جمع می کنیم و در آن روز جهنم را بر کافران عرض می داریم آن کسانی که چشمانشان از یاد من در پرده قفلت بود و توان شنیدن حق را نداشتند آیا کسانی که کافر شدند گمان می برند که بندگان مرا به جای من اولیای خود بگیرند بی گمان ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده این. ای پیامبر بگو آیا شما را به زیانکار ترین مردم در کارها خبر دهیم؟ کسانی که تلاش و کوشششان در زندگی دنیا تباه و ضایع شده و با این حال گمان می کنند که کار نیک انجام می دهند. آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او در جهان آخرت کافر شدند و در نتیجه اعمالشان تباه و نابود شد سپس در روز قیامت برای آنها وزنی برپا نخواهیم کرد آری اینگونه است سزای ایشان دوزخ است به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من به پیام برانم را مسخره گرفتند بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند باقهای بر این محل پذیرایی آنان خواهد بود جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمی کنند ای پیام بر بگو اگر دریا برای نگارش کلمات پروردگارم جوهر شود قطعا دریا به پایان می رسد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد هرچند همانند آن دریا به کمک آن بیاوریم ای پیام بر بگو من فقط بشری هستم مثل شما به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد سوره مریم جزء 16 بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا این صاد این بیان رحمت پروردگارت نسبت به بند اش زکریاست چون پروردگارش را به ندایی پنهان به دعا خواند گفت پروردگارا به راستی که استخوانم سست شده و شعله پیری سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو ای پروردگارم محروم نبودم و به راستی که من بعد از مرگ خودم از وارثانم بیمناکم و همسرم نازا و عقیم است پس از نزد خیش وارسی به من عطا فرما که وارث من و نیز وارث آل یعقوب باشد و پروردگارا او را پسندید قرار ده خداوند فرمود ای زکریا همانا ما تو را به پسری بشارت می دهیم که نامش یحیاست که پیش از این همنامی برای او قرار نداده این زکریا گفت پروردگارا چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که همسرم نازاست و من نیز از شدت پیری به ناتوانی رسیده ام فرشته گفت این گونه است پروردگارت فرموده است این بر من آسان است و به راستی پیش از این تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی زکریا گفت پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده فرمود نشانی تو این است که سه شبان روز در حالی که تندرست و سالمی نتوانی با مردم سخن بگویی پس او از مهراب بر قومش بیرون آمد آنگاه به آنها اشاره کرد که صبح و شام خدا را تسبیح گویید خداوند فرمود ای یحیی کتاب تورات را با قوت و جدیت بگیر و در کودکی به او دانش و نبوت دادیم و نیز به او شفقت و پاکیزگی از جانب خود عطا کردین و او پرهیزگار بود و او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود و سلام بر او باد روزی که متولد شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود و در این کتاب مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش کنار گرفت و در ناحیه شرقی مستقر شد پس میان خود و آنها پرده ای کشید آنگاه ما روح خود را به سوی او فرستادیم پس به هیئت انسانی کامل بر او ظاهر شد مریم گفت همانا من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر تو پرهیزگار هستی فرشته گفت یقینا من فرستاده پروردگار تو هستم تا پسر پاکیز ای به تو ببخشم مریم گفت چگونه ممکن است مرا پسری باشد در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته است و هر زن بدکاری هم نبودم فرشته گفت این گونه است پروردگارت فرموده است این کار بر من آسان است و او را برای مردم نشان ای قرار می دهیم و نیز رحمتی از سوی ماست ما و این امری است انجام یافته پس مریم به او باردار شد آنگاه با او به جایی دور دستی رفت و از مردم کنار گرفت پس درد زایمان او را به سوی تنی درخت خرمایی کشاند گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی از یادها رفته و فراموش شده بودم ناگهان از سمت پایینش او را صدا زد که غمگین مباش به راستی پروردگارت زیر پای تو چشم ای جاری قرار داده است و این تنی درخت خرما را به طرف خود تکان بده که رتب تازه ای بر تو فرو می ریزد پس از آن بخور و از آب چشم بنوش و دیدگان را روشن دار پس اگر کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو همانا من برای خدای رحمان روز نظر کرده ام لذا امروز با هیچ بشری سخن نمی گویم. پس مریم در حالی که او را برداشته بود نزد قومش آمد گفتند ای مریم به راستی کاری زشت انجام داده ای ای خواهر هارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز زن بدکاری ای نبود پس مریم به او اشاره کرد گفتند چگونه با کسی که کودکی است در گهوار سخن بگوییم عیسی گفت من بنده خدا هستم به من کتاب داده و مرا پیام برقرار داده است و مرا هر جا که باشم پر بریکت و فرخنده قرار داده و تا زنده ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و مرا سرکش و بدبخت قرار نداده است و سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم این است حکایت عیسی پسر مریم گفتار راستی که در آن تردید و اختلاف میکنند هرگز شایسته خدا نیست که فرزندی برگیرد او منزه است هرگاه کاری را فرمان دهد و بخواهد فقط به آن میگوید موجود شو پس بیدرنگ موجود می شود. عیسی به قومش گفت یقینا الله پروردگار من و پروردگار شماست پس او را پرستش کنید که راه راست این است آنگاه گروه های یهود و نصارا در میان خود اختلاف کردند پس وای بر کسانی که کافر شدند از حضور در آن روز بزرگ آن روزی که نزد ما می آیند چه خوب شنوا و چه خوب بینا هستند لیکن ستمکاران امروز در گمراهی آشکارند و ای پیامبر آنها را از روز حسرت بترسان آنگاه که کار پایان پذیرد و آنها همچنان در غفلتند و ایمان نمی آورند همانا ما ایم که زمین و کسانی را که بر آن هستند به ارث می بریم و همگی به سوی ما بازگردانده گردانده می شوند. به ای پیامبر بر در این کتاب ابراهیم را یاد کن بی گمان او پیام بری راستگو بود هنگامی که به پدرش گفت ای پدر جان چرا چیزی را پرستش می کنی که نمی شنود و نمی بیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده می سازد. ای پدر جان یقینا از جانب خدا دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم ای پدر جان شیطان را پرستش نکن زیرا که شیطان نسبت به خداوند رحمان نافرمان بود ای پدر جان من از این می ترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو برسد انگاه از دوستان شیطان باشی پدرش گفت ای ابراهیم آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر باز نیایی قطعا تو را سنگ سار می کنم و برای مدت طولانی از من دور شو ابراهیم گفت سلام بر تو به زودی از پروردگارم برای تو طلب آمرزش خواهم کرد بیگمان او نسبت به من مهربان است و از شما و آنچه به جای خدا می خانید کنار گیری می کنم و پروردگارم را می امید است که در خواندن پروردگارم محروم نباشم پس چون از آنها و آنچه به جای خدا می پرستیدند کنار گیری کرد اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک از آنان را پیام برگردانیدیم و از رحمت خود به آنها عطا کردیم و برایشان در میان امتها ذکر خیر بلند آوازه ای قرار دادیم و ای پیامبر در این کتاب موسی را یاد کن به راستی او مخلص بود و فرستاده ای پیامبر بود و ما او را از طرف راست کوه تور ندا دادیم و رازگویان او را به خود نزدیک ساختیم و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر بود به او عطا کردیم و در این کتاب اسماعیل را یاد کن بیگمان او راست وعده و فرستاده ای پیامبر بود و او هموار خانواد اشرا به نماز و زکات فرمان میداد و نزد پروردگارش پسندیده بود و در این کتاب ادریس را یاد کن بیشک او پیام بری راستگو بود و ما او را به جایگاهی بلند فرا بردیم اینان کسانی از پیام بران بودند که خداوند بر آنان انعام کرده بود از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنها را هدایت کردیم و برگزیدیم چون آیات خداوند رحمان بر آنها تلاوت میشد سجد کنن و گریان به خاک می افتادند. آنگاه پس از آنان فرزندان ناخلفانی جانشین شدند که نماز را زایع و ترک کردند از شهوات پیروی کردند پس به زودی کیفر گمراهی خود را خواهند یافت مگر آنکه توبه کرد و ایمان آورد و کار شایسته انجام داد پس اینان به بهشت داخل می شوند و بر آنان هیچ ستمی نخواهد شد باقهای جاودانی است که خداوند رحمان به غیب بندگانش را به آن وعده داده است مسلما بعده او فرا خواهد رسید در آنجا سخن بیهوده نمی شنوند جز سلام و بر آنها هر صبح و شام روزیشان در بهشت آماده است این همان بهشتی است که از میان بندگان من به آن کسی که در دنیا پرهیزگار بوده به ارث می دهیم و جبرئیل به پیام بر عرض کرد ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارت نازل نمی شویم. آگاهی از آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دو است همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموش کار نیست همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است پس او را پرستش کن و بر عبادتش شکی با باش آیا همنامی برای او میشناسی و انسان کافر میگوید آیا زمانی که بمیرم زنده از گور بیرون آورده خواهم شد آیا انسان به یاد نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که هیچ چیز نبود پس سوگند به پروردگارت که محققا همه آنها را با شیاطین محشور خواهیم کرد سپس همه آنها را به زانو در آمده پیرامون جهنم حاضر می سازیم. آنگاه از هر گروه کسانی را که در برابر فرمان خداوند رحمان از همه سرکشتر و پرجرأت‌تر بوده اند جدا خواهیم کرد سپس ما به حال کسانی که برای سوختن در آتش جهنم سزاوارترند داناترین و هیچ یک از شما نیست مگر آن که وارد آن شود این وعده بر پروردگارت فرمانی حتمی و شدنی است سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند از آن رهایی میبخشیم و ستمکاران را به زانو در آمده در آن رها میکنیم و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها تلاوت شود کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند میگویند کدام یک از دو گروه ما و شما در جایگاه و مقام بهتر و از لحاظ محفل محفلشان نیکوتر است چه بسیار نسل ها را پیش از آنان نابود کردیم که آنها از لحاظ ثروت از اینها بهتر بودند و ظاهرشان نیز آراسته تر بود ای پیامبر بگو کسی که در گمراهی است پس خداوند رحمان او را به فزونی مهلت دهد تا زمانی که آنچه به آن وعده داده شده اند یا عذاب و یا قیامت را ببینند آنگاه به زودی خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوانتر است و کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان می و نیکی های شایسته ماندگار در نزد پروردگارت پاداش بهتر و عاقبت خوبتر دارد آیا دیده ای کسی که به آیات ما کافر شد و گفت قطعا مال و فرزند فراوانی به من داده خواهد شد آیا بر غیب آگاهی یافته است یا نزد خدای رحمان عهدی گرفته است هرگز چنین نیست ما به زودی آنچه را میگوید خواهیم نوشت و بر عذاب او بسیار می و آنچه را میگوید از او میگیریم و تنها نزد ما می آید و آنها به جای خدا معبودانی را برای خود برگزیدند تا سبب عزتشان باشد چون این نیست بلکه به زودی معبودها عبادت آنان را انکار خواهند کرد و بر ضدشان برخیزند ای پیامبر آیا ندیدی که ما شیاطین را بر کافران فرستادیم تا آنها را سخت برانگیزند پس ای پیامبر درباره آنها شتاب نکن ما با دقت عجل و اعمال آنها را می شماریم روزی که پرهیزگاران را به صورت مهمان به سوی خداوند رحمان گرد آوریم و مجرمان را تشنکام به سوی جهنم برانیم آنها مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهدی گرفته باشد و مشرکان گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است به راستی چیزی بسیار زشت آوردید نزدیک است آسمان ها از این سخن از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوه ها در هم شکافت فرو ریزند از این روی که برای خداوند رحمان فرزندی ادعا کرده اند و هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه به بندگی سوی خداوند رحمان بیاید یقینا خداوند همه آنها را سرشماری کرده و به دقت شمارده است و همه آنها روز قیامت تنها نزد او حاضر می شوند بی گمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند خداوند رحمان برای آنها محبتی در دلها قرار می دهد پس همانا ای پیامبر ما آن به زبان تو آسان نمودیم تا پرهیزگاران را با آن بشارت دهی و گروه ستیزگران را با آن هشدار دهی و چه بسیار نسل ها که پیش از آنها هلاک کردیم آیا کسی از آنها را احساس می کنی؟ یا کمترین صدایی از آنها می شنوی؟ سوره تاها جزء شانزده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان تا ها ای پیامبر ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به مشقت افتی مگر آن یادآوری برای کسی است که از خدا میترسد این قرآن فرو فرستاده شده از سوی کسی که زمین و آسمان های بلند را آفریده است خداوند رحمان است که بر عرش قرار گرفت از آن اوست آنچه در آسمان و آنچه در زمین و آنچه میان و آن دو است و آنچه زیر خاک پنهان است و اگر سخن آشکارا بگویی یا آن را پنهان داری بی گمان او راز نهان و نهان تر را میداند او الله است که هیچ معبودی جز او نیست نام های نیکو از آن اوست و ای پیامبر بر آیا خبر موسا به تو رسیده است؟ هنگامی که آتشی را از دور دید پس به خانواده خود گفت لحظه درنگ کنید همانا من آتشی را دیدم شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم یا بر آن آتش راه نمایی بیابم پس چون نزد آن آتش آمد ندا داده شد که ای موسا همانا من پروردگار تو هستم پس کفشهایت را بیرون کن که تو در وادی مقدس توا هستی و من تو را به پیام بری برگزیدم پس به آنچه بر تو وح می شود گوش فراده یقینا من الله هستم هیچ معبودی به حق جز من نیست پس مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من برپادار قطعا قیامت خواهد آمد میخواهم وقت آن را پنهان دارم تا هر کس در برابر سعی و اعمالی که می کند جزا داده شود پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از های خود پیروی می کند تو را از آن باز دارد که حلاق خواهی شد به ای موسا آن چیست به دست راستت گفت این اسای من است بر آن تکیه می کنم و با آن برای گوسفندانم برگ درختان فرو می ریزم. و مرا با آن کارهای دیگری نیز است که برآورده می کنم فرمود ای موسا آن را بیافکن پس موسا آن عصا را افکند که ناگهان ماری شد که به هر سو می دوید. فرمود آن را بگیر و نترس به زودی آن را به صورت اولش باز می گردانی. و دستت را در بغل خود کن تا سفید و بی ای بیرون آید این نیز معجزه دیگری است تا آیات و نشانه های بزرگ خود را به تو نشان دهیم اینک به سوی فرعون برو بیگمان او سرکشی کرده است موسا گفت پروردگارا سین را برایم بگشا و کارم را برایم آسان گردان و گره از زبانم باز کن تا سخنانم را بفهمند و برای من یاور و وزیری از خاندانم قرار ده برادرم هارون را به وسیله او پشت مرا محکم کن و او را در کار من شریک ساز تا تو را بسیار تسبیح گوییم و بسیار تو را یاد کنیم بیشک تو به حال ما خوب بینایی فرمود ای موسا هرچه خواستی به تو داده شد و به تحقیق ما بار دیگر نیز بر تو منت نهاده ایم آن هنگام که به ما درت الهام کردیم آنچرا که باید الهام می شد که او را در صندوقی بگذار آنگاه آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل افکند و دشمن من و دشمن او او را برگیرد و من محبتی از سوی خود بر تو افکندم و تا در برابر دیدگان من پرورش یابی آنگاه که خواهرت میرفت و می گفت آیا کسی به شما نشان دهم که سرپرستیش را به عهده گیرد پس تو را به مادرت باز گرداندیم تا چشمش به دیدار تو روشن شود و اندوه گین نگردد و بعدها تو یک نفر قبطی را کشتی پس ما تو را از اندوه و گرفتاری نجات دادیم و بارها چنان که باید تو را آزمودیم پس از آن سالها در میان مردم مدین ماندی سپس ای موسا بر طبق تقدیر الهی به اینجا آمدی و تو را برای خودم خاص ساختم و پرورش دادم اینک تو و برادرت با آیات من برو و در یاد من سستی نکنید به سوی فرعون بروید بیگمان او سرکشی کرده است پس به نرمی با او سخن بگویید شاید که او پند گیرد یا از پروردگارش بترسد موسا و هارون گفتند پروردگارا به راستی ما می که بر ما پیش دستی نماید یا تقیان کند فرمود نترسید بیشک من با شما هستم میشنوم و می بینم پس به نزد او بروید و بگویید ما فرستادگان پروردگارت هستیم بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را آزار و شکنجه نکن به راستی که ما نشانه روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم و سلام بر آن کسی که از هدایت پیروی کند همانا به ما وحی شده که محققا عذاب الهی بر کسی است که آیات و معجزات را تکذیب کند و روی بگرداند فرعون گفت ای موسا پروردگار شما کیست؟ موسا گفت پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او ارزانی داشته سپس آنها را هدایت کرده است فرعون گفت پس حال و سرنوشت نسل های گذشته چه می شود؟ موسا گفت علم آن نزد پروردگارم در کتابی است پروردگارم نه اشتباه می کند و نفراموش می کند. همان کسی که زمین را برای شما گهواره و محل آسایش قرار داد و برای شما در آن راه ایجاد نمود و از آسمان آبی فرو فرستاد پس با آن انواع گوناگون گیاه را از زمین بیرون آوردیم بخورید و نیز چهار پایانتان را بچرانید بیگمان در این امور نشانه هایی برای خردمندان است ما شما را از آن آفریدیم و در آن باز می و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم و به راستی ما همه آیات خود را به او نشان دادیم پس او همه را تکذیب کرد و سر باز زد گفت ای موسا آیا به نزد ما آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ پس یقینا ما هم سهری مانند آن برای تو می آوریم پس همکنون در مکانی هموار و مقبول همه موعدی میان ما و خودت قرار بده که نما و نتو از آن تخلف نکنیم موسا گفت موعد شما روز عید زینت است و آنکه همه مردم چاشتگاه گرد آورده شوند آنگاه فرعون بازگشت پس همه مکر و حیله خود را جمع کرد سپس آمد موسا به آنها گفت بای بر شما بر خدا دروغ نبندید که شما را با عذابی نابود میسازد. و یقینا کسی که بر خدا افترا بندد ناکام و ناامید می شود پس آنها در کارشان میان خود اختلاف کردند و رازشان را پنهان داشتند گفتند مسلما این دو نفر جادوگرند میخواهند شما را با جادوشان از سرزمینتان بیرون کنند و آین برتر شما را از بین ببرند پس همه حیله و تدبیر خود را گرد آورید و به کار بندید سپس در یک صف برای مبارزه بیایید و به راستی امروز کسی را از کار خواهد شد که چیره و غالب گردد ساهران گفتند ای موسی یا این است که اول تو عصا را بیافکنی یا آنکه ما کسانی باشیم که اول بیافکنیم موسا گفت بلکه شما بیافکنید پس ناگهان ریسمانهایشان و عصاهایشان از اثر سهرشان چنان به نظرش رسید که حرکت می کند پس موسا در دل خود ترسی احساس کرد گفتیم نترس مسلما تو غالب و برتری و آنچه را در دست راست خودداری بیفکن تا تمام آنچه را که ساخت اند به بلعت بیشک آنچه ساخت اند تنها مکر ساهر است و ساهر هر جا رود رستگار نخواهد شد پس موسا اصای خود را افکند ناگهان به مار بزرگی تبدیل شد و همه آنها را که ساخته بودند بلعید آنگاه ساهران همیگی به سجده افتادند گفتند ما به پروردگار هارون و موسا ایمان آوردیم فرعون گفت آیا پیش از آن به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید بی تردید او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است پس یقینا دستانتان و پاهایتان بر خلاف یکدیگر قطع می کنم. و شما را بر تنه های نخل بدار میآویزم و بیشک خواهی دانست که عذاب و شکنجه کدام یک از ما سختتر است و پایدارتر است گفتند سوگند به آن که ما را آفریده است هرگز تو را بر این دلایل روشنی که برای ما آمده ترجیح نمی دهیم پس به هر حکمی که می خواهی حکم کن تو تنها می توانی در این زندگی دنیا حکم کنی همانا ما به پروردگارمان ایمان آورده ایم تا گناهانمان و آنچه را از سر که ما را به آن وادار کردی برایمان ببخشاید و خداوند بهتر و پایدار تر است بی گمان کسی که گناهکار به نزد پروردگارش حاضر شود پس آتش جهنم برای اوست در آنجا نمی میرد و نه میماند و کسی که مؤمن نزد او آید در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد پس اینان برایشان درجات بلند است باغهای جاویدان که نهر حاضر درختان آنجاری است همیشه در آن خواهند بود و این است پاداش کسی که خود را از شرک و گناهان پاک نموده است و به راستی ما به موسی وحی کردیم که شبان بندگان مرا از مصر بیرون ببر سپس برای آنها در دریا راهی خشک بگشا که نه از تعقیب دشمنان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا حراسی داری پس فرعون با لشکریانش آنان را دنبال کردند آنگاه دریا چنان که باید آنان را فرو پوشانید و فرعون قوم خود را گمراه نمود و هدایت نکرد ای بنی اسرائیل به راستی ما شما را از دست دشمنانتان نجات دادیم و در طرف راست کوه تور با شما وعده گذاردیم تا تورات را بر شما نازل کنیم و بر شما من و سلوا نازل کردیم از پاکیزه ها آنچه به شما روزی دادیم بخورید و در آن سرکشی نکنید که خشم من بر شما وارد می شود و کسی که خشم من بر او وار شود قطعا نابود شده است و همانا من آمرزنده ام برای کسی کتابه کرد و ایمان آورد و کار شایسته انجام داد سپس هدایت یافت ای موسا چه چیز سبب شد که از قام خود پیشی گیری؟ موسا گفت پروردگارا آنان به دنبال من هستند و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خشنود شوی فرمود، بیگمان ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه کرد پس موسا خشمگین و اندوهناک به سوی قومش بازگشت و گفت ای قوم من، مگر پروردگارتان وعده نیکو به شما نداده بود؟ آیا مدت جدایی من از شما به درازا کشید یا خواستید خشمی از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود؟ که وعده مرا خلاف کردید گفتند ما به اختیار خود وعده تو را خلاف نکردیم لیکن بارهای سنگینی از زینت و زیورهای قوم فرعون که با خود داشتیم آن را در آتش افکندیم پس به دینسان سامری نیز آنچه داشت افکند آنگاه برای آنها مجسمه گوسال ای که صدایی همچون صدای گوساله داشت پدید آورد پس سامری و پیروانش به مردم گفتند این معبود شما و معبود موسا است که آن را فراموش کرده است آیا نمی بینید که این گوسال هیچ پاسخی به آنها نمی دهد و مالک هیچ سود و زیانی برای آنها نیست و بیشک هارون پیش از این به آنها گفته بود ای قوم من یقینا شما به وسیله این گوسال آزمون شده اید و بیگمان پروردگار شما خداوند رحمان است پس از من پیروی نمایید و فرمانم را اطاعت کنید آنها گفتند ما پیوسته پیرامون آن برای پرستش می نشینیم و آن را عبادت می کنیم تا موسا به سوی ما بازگردد چون موسا آمد گفت ای هارون چه چیزی تو را بازداشت داشت هنگامی که آنها را دیدی گمراه شده اند از من پیروی نکردی؟ آیا فرمان مرا اسیان و سرپیچی کردی؟ هارون گفت ای پسر مادرم نریش مرا بگیر و نموی سرم را همانا من ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخن و سفارش مرا به کار نبستی موسا رو به سامری کرد و گفت ای سامری این کار تو چیست چرا چنین کردی؟ گفت من چیزی را دیدم که آنها ندیدند پس مشتی خاک از رد پای اسب رسول را گرفتم آنگاه آن را بر پی کرف کندم و این چونین هوای نفسم این کار را برایم آراست جلوه داد موسا گفت پس برو بیشک بحری تو در زندگی دنیا این است که بگویی به من دست نزنید و نزدیک نشوید. و همانا وعده ای از عذاب داری که هرگز تخلف نخواهد شد و اکنون به معبودت بنگر که پیوسته عبادتش می کردی و آن را رها نمی کردی آن را خواهیم سوزاند سپس خاکستر و ذرات آن را در دریا پراکنده می سازیم. معبود شما تنها الله است که جز او هیچ معبودی نیست و علم او همه چیز را فرا گرفته است ای پیامبر این گونه از خبرهای آنچه گذشته است بر تو بازگو می کنیم و به راستی ما از جانب خود به تو ذکر داده این. کسی که از قرآن روی گردان شود پس بیگمان او روز قیامت بار سنگینی از گناه بر دوش خواهد کشید که در آن رنج جاودانه خواهند ماند و برای آنها روز قیامت بدباری است همانا روزی که در سور دمیده شود و مجرمان را کبود چشم در آن روز گرد آوریم آنها در میان خود آهسته سخن میگویند و به یک میگویند شما فقط ده روز در دنیا درنگ کرده اید ما به آنچه میگویند داناتریم چون نیکو روشترین آنها بگوید شما تنها یک روز درنگ کرده اید و ای پیامبر از در درباره کوه ها میپرسند پس بگو پروردگارم آنها را سخت متلاشی و پراکنده خواهد کرد پس آنها را زمینی صاف و هموار میگرداند که در آن هیچ پستی و بلندی را نبینی در آن روز همگی دعوت کننده را پیروی کنند هیچ راه سرپیچی و مخالفت نیست و همه صداها در برابر خداوند رحمان خاشع می شود پس جز صدای آهسته چیزی نشنوی آن روز شفاعت هیچ کس سود نمی بخشد جز کسی را که خداوند رحمان به او اجازه داده و گفتار او را پسندیده است آنچه را پیش رو دارند و آنچه را پشت سرشان است میداند و آنها به علم او احاطه ندارند و همه چهره ها در برابر خداوند زنده پایند فروتن می شود و آنکه بار ستم بر دوش دارد ناکام و معیوس می گردد و کسی که کارهای شایسته انجام دهد در حالی که او مؤمن باشد پس نه از ستمی می ترسد و نه از کم و, و اینگونه آن را قرآنی عربی نازل کردیم و بعید و هشدارها را در آن گوناگون بیان داشتیم و شاید آنها تقوا پیشه کنند یا برای آنها پندی پدید آورد پس بلند مرتبه است خداوندی که فرمان روای حق است به تلاوت قرآن شتاب مکن پیش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود و بگو پروردگارا به علم من بیفزا به راستی پیش از این به آدم سفارش کردیم و عهد بستیم پس او فراموش کرد و برای او از می استوار نیافتیم و به یاد آور آنگاه که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد پس گفتیم ای آدم بیگمان این ابلیس دشمن تو و دشمن همسرت است پس مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به رنج افتی. همانا برای تو این است که در آن نگرس نمی شوی و نه نمی مانی و آنکه تو در آن نتش نمی شوی و نگرمامی یابی. پس شیطان او را به وسوسه انداخت گفت ای آدم آیا می خواهی تو را به درخت جاودانگی و فرمان بیزوال راه نمایی کنم؟ آنگاه آدم و حوا از آن درخت خوردند پس عورتشان برایشان آشکار گشت و شروع کردند که از برگ درختان بهشت بر خودشان میچسپاندند و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد پس گمراه شد سپس پروردگارش او را برگزید پس تاب اش را پذیرفت و او را هدایت کرد فرمود شما دو تن با ابلیس همگی از آن بهشت فرودایید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود پس اگر از سوی من هدایتی برای شما بیاید هر کس از هدایت من پیروی کند پس نه می شود و نه به افتد و کسی که از یاد من روی گردان شود پس بیگمان زندگانی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا برانگیزیم گوید پروردگارا چرا مرا نابینا برانگیختی و حال آنکه من در دنیا بینا بودم فرمود همان گونه که آیات ما برای تو آمد پس آنها را فراموش کردی و این گونه امروز تو در آتش فراموش خواهی شد و این گونه کسی را که اصراف کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزا می و یقینا عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است آیا برای هدایت آنها کافی نیست که پیش از اینان چه بسیار از نسلها را هلاک کردیم که در مساکن آنها راه میروند، بیگمان در این امر نشانه‌هایی برای خردمندان است و اگر فرمانی که پیش از این از پروردگارت مقرر شده مبنی بر تأخیر عذاب و وقت معین نبود مسلما عذاب الهی بر آنها محقق میشد پس ای پیامبر بر آنچه میگویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و نیز در ساعاتی از شب و اطراف روز تسبیح گوی باشد که خوشنود شوی و هرگز چشمان خود را به سوی آنچه از نعمتها و متاع دنیوی که گروه های از آنان را از آن بهرمند ساخت ندوز اینها زینت ها و شکوفه های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است و خانواد ات را به نماز فرمان بده و خود بر انجام آن شکیبا باش ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است و مشرکان گفتند چرا معجزه ای از جانب پروردگارش برای ما نمی آورد بگو آیا دلایل روشنی که در کتاب های پیشین بوده برای آنها نیامده است اگر ما آنها را پیش از آمدن او با عذابی هلاک می کردیم از آن روز قیامت می گفتند پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش از آنکه خار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم ای پیامبر بگو همه منتظرند شما نیز منتظر باشید پس به زودی خواهید دانست که چه کسی از به راه راست و چه کسی هدایت یافتند